من در سال 1316 در تهران متولد شدم. در خیابان شاه‌آباد گذشته که حالا شده انقلاب و این خیابان بین به اصطلاح خیابان صفی علی شاه که حالا من نمیدونم الان چی شده، صفی علی شاه مونده، بین سازمان برنامه و وزارت ارشاد که اون موقع وجود خارجی نداشت و سقاخونه آینه، خیابان است که توش الان بیشتر کاغذ میفروشن. و به هر حال من در اونجا متولد شدم، به قول دوستان بچه خیابان شاه‌آبادم و در یک خانواده متولد شدم که این خانواده خانواده فرهنگی است. چشم افتاد به این پروژکتور 8 میلیمتری این بالا و این پروژکتور اولین چیزی است که من رو با سینما در اصل عجین کرده. من در کودکی مثلا 5-6 سالگی واقعا در دنیای خیال زندگی میکردم. دنیای اون زمان میکی ماس و والت دیزنی و اینا بود، فیلم هم سیاه‌سفید بود و درست بعد از جنگ هم بود و اوضاع ایران هم بسیار خراب، مردم در فقر رو سر میبردن. یه اسباب بازی فروشی سر کوچه ما بود و این پروژکتور پشت ویترینش بود و من خیلی دوست داشتم اینو، میرفتم نگاه میکردم، این حلقه های فیلم ها رو هم میدیدم. حالا چرا؟ برای اینکه ما تو خونمون داشتن یک پروژکتور 35 میلیمتری بر حسب تصادف جزو وسایل زندگیمون بود، یک گرامافونی که موزیک گوش بکنیم جزو وسایل زندگیمون بود. اگر شما دارید فیلم مستند میسازی و تحقیق میکنید در کنارش کتابچه در بیارید. من این چند سال گذشته به هر حال با هر جوری شده کتاب در میارم، نمیدونم نمایشگاه عکس میذارم، فیلم میسازم. اینا برای چیه؟ نه برای این است که من بگم من این کارا رو دارم میکنم. اینا چیزایی است که من میبینم داره یواش یواش به میره فراموش میشه. این سینمای مستند واقعا مسائل فرهنگی مملکت مطرح کنه بمونه، برای اینکه من معتقدم فیلم مستند خودش یک سنده و این سند ماندگار خواهد. حتما سینمای مستند تحقیق لازم داره، یعنی سینمای مستند بدون تحقیق به نظر من میشود یک نوع سینمای گزارشی که اونم میتواند یک شعبه ای از سینمای مستند باشد. شما گاهی اوقات وارد یک اتفاقاتی میشید که اون اتفاقات رو هیچ وقت پیش بینی نکردید، اما مستندساز این آگاهی رو داره که چه جوری از حتی از اون اتفاقاتی که داره رخ میده استفاده بکنه که به قول معروف هم رنگ اون 80% کار تحقیق شده خودش باشه. بنابراین پایه و اساس سینمای مستند اون مستندی که من بهش علاقمندم تحقیقه و اگر جز این باشه به نظر من کار ماندنی نخواهد بود. شریک زندگی خوب داشتن بسیار مسئله است. یکی از چیزهایی که من دارم این است که زن خارجی من احترام بسیار عمیقی به فرهنگ من میذاره و میگوید در این حال این که من دوست دارم که تو به عنوان شوهر من کنار من باشی، ولی کار فرهنگی تو بسیار برای من ارزشمند است و برو به کارت برس. گویی که خودش از جوانی اینجا تمام این کوره راه‌های دهات ایران رو با من آمده و رفته و به هر حال علاقمند بسیار شدیدی است به فرهنگ ایران بماند. اما من دو تا فرزند دارم که ماشاءالله سنشون هم یواش یواش جای پدر من داره میشه. پسر بزرگ من 46 سالشه و گرافیسته و الان هم میگم توی این کارهای همین کارهای به اصطلاح اسپیشال افکت و اینها سر همین که امریکا هست؟ بله امریکا زندگی میکنه، تحصیل کرده یه بروکلین کالج و تجربیات خیلی خوبی هم داره. پسر کوچیک بندم در اروپا زندگی میکنه و طراح بدنه اتومبیله
و یه جورایی کار هر دوشون با هنر. این نقشه‌ام که اینجاست، اینم این تقریبا جاهاییست که ما برای تهیه فیلم همراه باد در دل تنهای کبیر رفتیم. در حدود شاید 40,000 کیلومتر ما اینجا را رفتیم، البته نه یک بار. مسئله شروع به پایانش مشخصه؟ نه نه، اینا در یک دفعه فیلم برداری نشده که، اینا جاهاییست که من رفتم و بعد نقاط مختلفش رو انتخاب کردیم، در آخر سر گروه فیلم برداری تمام این نقاط رو رفتش. خودم رو میذارم جز اون آدم هایی که سینما رو به عنوان تفریح هیچ وقت ندید. سینمای من هیچ وقت سینمای هالیوود نبود. سینمای من همیشه اگرم خیلی بود مثلا به چاپلین برمیگشت. اما من همیشه دنبال مثلا این نوع سینمای مثلا ایزنشتین و پولوفکین برای من مطرح بودن. سینمای مستند مطرح بود حتی در اون زمان. در یه فامیلی بزرگ شدم که دایی من مرحوم جرجانی بوده و در حدود شاید یه نسل قبل از من که اوضاع بسیار اسفناکتر بوده، اینها مسائل هنری رو مطرح کردن و عکاسی رو تو ایران را انداختن، فیلم برداری رو در ایران مطرح کردن، نقاشی و موسیقی رو مطرح کردن. برای اینا همه با عشق و علاقه بوده. کسی که علاقه و عشق به کاری داشته باشه و جذب اون مسئله بشه دیگه فکر نمیکنه که چه اتفاقی براش میفته. مثل عشق دیگه، آدم عاشق چیکار میکنه؟